وقتی وگوام نه یعنی نه. یه بار دیگه هم اصرار بکنی ورم جفت گوشاشو وبرم وزارم تو دستشو. آخه چرا دختر؟ مگه این زبون بسته چه میداشت نبید؟ قیافش که خیلی هم بد نبید، تازه شهری هم که بید، وگوان تو شهر ملک و املاک داشته بید. شایدم دستت رو بگیرم و برم ترون، اما دستت راحت بشن. وخواین از دستم راحت بشین دیگه، چه احتیاجی بید به ازدواج ها؟ خودم ورم فسا دیگه هم برنبگردم. نه دخترکم، ما وخواییم تو سر و سامون وگیری وری خونه وقت. حالا که یه مردی پیدا و شده از خودش به تو علاقه در و کرده، وخوایی به وقت خودت پشت پا بزنی؟ آخه موهای مرد رویاهای من نبید، من یکی رو وخوام که با ابهت و باشه، دست به خنجر و باشه. این خیلی بیارزه بید. نودیدی تو خواستگاری هرچه وزدیمش از خودش دفاع نبکرد ها؟ آره. پس چرا موقع که شیر فراد مطرح کرد تو از خودت هیچی نوگفتی، هیچی در نوکردی؟ حالا که برای همه اهالی برای بالا و پایین فهمیدن از خواستگاری وکرده، از خودت بازی در وکنی؟ بعدش هم این بید که مردم که نوگوان که دخترشون نوخواست، فکوان دور از جون وبین که دخترشون چه ایبیلاتی وداشته کرد سر نقید. شما اون اول به من دروغ وگفتین، وگفتین طرف قاتل بید، فراری بید، حکم تیر داشته بید. بعد معلوم وشد از این خبرها نبیده، طرف روزنامه نگار بیده، از خودش روزنامه در وکنه. خب شما بیدید تو ذوقتا نوخورد ها؟ ای بابا چی وگوید دختر، آدم باید گذشت داشت نبید. من یادم بیاد موقعی رفتم خواستگاری شادونه، به من گفت ورچلفیسی همچی چیزی و گفت، ولی من بغض و کردم، ولی گذشت و کردم. تو هم گذشت و کن، یه مقدار دست پاچه لفتی. خب حالا بوا اینو گذشت و کنم ها، لهجهشو چه و کنم؟ و گوه من اومدم خواستگاریتون، منو به غلامی خودتون قبول بکنه. به خدا موافقم همچین با این خنجر وزنم تو سرش اینقدر بدم و یاد ازش ها، لهجهشو چه و کنم ها؟ کلی گشتم تا این لباسای نینجون اندازه تو پیدا کردم. بیا دیگه احتیاجی نیست. یعنی چه؟ با این لباسای مسخره که نمیتونی بری عروس توگونی برون؟ ببین شیر فرهاد، من فکرامو کردم، عروس توگونی برون و عروس قاپون و اینا یه خورده برای من میدونی یعنی ثقیله. چه چیقیله؟ ببین اصلا در شأن من نیست، در اندازه من نیست که برم عروس رو بدزدم. بهتره شما یه داماد برره‌ای بگیرین، این مراسمو براتون به جا بیاره. همین، منم میرم سراغ کارم، تموم میشه میره پی کارش. حالا که اسمت رو گذاشتی رو خواهر من؟ ببخشید من کی اسمم رو روی همشیره شما گذاشتم؟ پس برای چی آمدی خواستگاری اون همه کتک خوردی؟ خب منم همینو دارم میگم، من اومدم خواستگاری خواهر شما، گفتم بنده رو به غلامی قبول بکنید، بنده رو زدین، تمام بدن بنده رو سیاه و کبود کردید. اگه حالا عروس رو بدزدم که دیگه میزنین فکمک رو میارین پایین عیزم. او داستان تمام شد، ایه مراسمه، ای رسمه، مثل یک بازی میمانه، چرا نمیفهمی؟ من از حالا به بعد دیگه کسی کاری به کارتو نداره. من میدونم، منظورم شماها نیستین، شماها رو میدونم با من کاری ندارین. سحرناز خانم میزنه با خنجر بنده رو نابود میکنه. مثل اینکه یادت رفته حکم تیر داشتی. نه یادم نرفته، من ترجیح میدم با گلوله کشته بشم ولی با خنجر همشیره شما کشته نشم. اقلا اینجوری فردا تو روزنامه ها می نویسن روزنامه نگاری در راه آزادی ملتش کشته شد، نه اینکه بنویسن خواستگاری در شب عروس قاپون توسط عروس به قتل رسید. بعده صدای چی بود؟ همینجا به تمرگ تا برم بیرون ببینم چه خبره. سلام شیر فرهاد. اوغور به خیر سرجوخه، چه خبره؟ از خودت تق و توق در بکنی؟ گرسنم بود، گفتم یه چند تا گنجیش بزنم و یه توندی بکنم.
شما امر میکردی میگفتیم برات مرغ سر و رنگ کباب بکنن گنجشک چرا؟ مزاحم نمیشم قربون شما مخلصی. گنجشکای برره ز رنگ بودن. کسی تا حالا گنجشک برره نتانسته وزنه که تو دومیش بوده بیدی. یه نوچوفسکوی دور هم میگم احالی خانه آماده کنن و خوریم. آخه مزاحم میشم. آهای چی کار بخوای بکنی؟ کاری نبکنم. میخوام توی خانه هرچی داریم دور هم بخوریم. آه منم وجدانت بیدم. چه فکری تو او کله خرابت میگذره؟ آه بس توی برو گم شو تا نزدم نابودت نوکردم. سی چی بخوای خواهر ترشیده تواندازی به ای بدبخت وزار بره دنبال زندگیش؟ لال نمیشه نه؟ خروس بی محل این یارو را گناه نزن نکن. آخ خیلی نامد. چی شده بیرون؟ چه خبره؟ جندار ما جستجوی خانه و خانه شروع کردن. یه بالا برره یه نامرد راپورت داده که تو تو یکی از خونه های پایین برره مخفی شدی. صدای تیر مال چی بود؟ کلپتک مقاومت کرده در مقابلشان، نذاشته وارد خانش بشن، آنها هم با تیر زدنش. وای من باعث درد سر همه تون شدم. من میرم بیرون خودم معرفی میکنم. این ماجرا یه جایی باید تموم بشه. شین تو دیگه مال خودت نیستی، تو متعلق به مردمی، تو باید زنده بمانی و راه تو ادامه بدی. چه حرفای قشنگی میزنی. یعنی من اینقدر روی تو تاثیر گذاشتم؟ ولی نشی فرا، اگه منو اینجا پیدا کنم برای تو درد سر میشه. بذار من برم خودم. بشین آرام باش. تن من زایع شده بید، رفاقت من که جایی نرفته بید. بی تو بغلم. خب گوشاتو وابکو ببی چی بکنم. تو اسم چیرکیانوش برره بیده. بله بله. مدتی رفتی بیرون برره درس خوندی برگشتی. بله بله. برگشتی که با سهرناز ازدواج بکنی. هفته یه دیگه هم عروسی تا. نه. گوش بگیر ببی چی میگم. سایکو کمتر حرف بزنی تا اون لهجه تهرانی مسخرت لو نبرد. بله. برره ی حرف بزن. خب یه خورده دستور زبانتون مشکله، من حرفی ندارم. کاری نداشته بید. هرچی بود میگی بید. بید بید به جای بود و گویی بید. همین بود و هم بید. اون لباسای مسخره امت تنه در لباسای منه بپوش، بقیهش بگردن من. شیر فرهاد هر اتفاقی بیفته هیچ وقت این فداکاری تو فراموش نمی کنم. بفرما. شما بفرما. با اجازه. غلط نبکنم اینا یه نقشه هایی داشته بیدن. اول اون دختره رو بخواستن بدن به این پسر تهرونیه، حالا این ژاندارم رو بردن که چشت خورش بکنن. حالا ببین من فکر نبکنم که سهرناز حاضر بشه با این کیانوش ازدواج بکنه. سهرناز حاضر نشده بی ساده بیدی. اون از خداش بیدی خواستگار و خواستگاری، چه برسه به اون تهرونیه. عمه شمشاد و گفته که اینو چیز خورش بکرده. نه اتفاقا سهرناز خیلی دختر خوبی بید، لابد یه چیزی بید که کیانوش عاشقش بشد. اگه یه شیرزن در تمام برره پیدا بشد اونم سهرناز بید. دری بری در نوکن. شیرزن کجا بید؟ شیرزن میگم برخلاف اون چیزایی که به ما گفته بودن این برره یا خیلی مهمون نوازن. اگه اون مهمان فراری رو هم، اون قاتل فراری رو هم پناه داده بیدن به خاطر همین مهمان نوازیشون بیدن. قاتل؟ قاتل؟ شش. اگه اون جانی قاتل رو دستگیر کنم خیلی خوب میشه. فقط 2000 تومن واسه سرش جایزه گذاشتن. حالا ارتقای درجهش به کنار. ببینم بقیه اعضاش دست و پاشو اینها هم جایزه داشته بی؟ نه دیگه، مهم کله است. با تو سرشه که ببری دیگه بقیه اعضاش به درد نمیخوره که.
از این حرفا سر غذا نبزنید دیگه، من اشتهام کور میشه بید دیگه. ای با اینکه برره بیده ولی دلش خیلی نازک بید. ایشون برره ای هم؟ من فکر کردم از شهر اومده. نه، یه مدت رفته بود شهر برای تحصیل، حالا آمده اینجا عروسی کنه، همینجا بمانه. بابا مبارکه، حالا عروسی کی هست انشالله؟ هفته دیگه بید. کارتشو خدمتتون وضعیتونم، تشریف بیارید بید. ببینید یه توصیه دوستانه، حالا که با هم دیگه رفیق شدیم میخوام بهتون بگم که اگه جشنی مراسمی چیزی دارین زودتر برگزار کنین، بره پیکارش تا این یاور طغرل پیداش نشونه. چطور مگه بید؟ این یاور طغرل پاش هر جا برسه اول حکومت نظامی اعلام میکنه تا اوضاع دستش بیاد و مردم اونجا ازش حساب ببرن. یعنی در واقع به قول شما برره یا اجتماع بیش از دو نفر ممنوع بید. شنیدی چی و گفت هفته دیگه باید عروسی و کنی؟ همین امشب کارو تموم و کنم. بله؟ منظورش چیزه، منظورش اون مراسم پیش از عروسیه، یعنی همون عروس قاپون. پیش از عروسی، همون هنابندون و اینا دیگه. یه چیزی تو همون مایه ها بید. گیری افتاده. بیا با اینا وریزی تو غذای سهرناز، نخوداز و پامه، دو قطرش 8 ساعت میخوابانش، خنجر و چوب دست و اینا هم دم دستش ور میداره، یک وقت میزنه این مادر مرده را ناکار میکنه. حواس هم هست با خودم، دیدار دیدم. میگم با مواد وگوه که بعد از عروس قافون یه جوری از خودمون سرصدا در وقت کنیم که کیانوش این کار رو وقت کرده. آخه این خال زنک های برره چو در وقت کردن که ما به زور سرناز رو به کیانوش وقت دادیم. حرف مفزنا. میگم با یه کاری بکن. به موها بگو صبح بیاد در خانه من داد و هوا را میندازه که من دخترم رو بخوام. اون وقت حالی برره بفهمن که کیانوش چجوری جانش برای سهرناز در ورد. من ورمی الان از ترس قبض روح بشد. الان قربونت بشم، الان قربون دست درد ور نکنه. تو خیلی برای عروسی آبجید زحمت در ور کردی. من قول بعدم عروسی خودت غزل بخونم. وظیفه‌ام بید بوا. بگیر. مگه نگفتی دارو بیورشی دادین؟ این دیگه برای چیه؟ کار از محکم کاری عیب نبکنت. سهرنازه دیگه، یه وقتی دی بهوش آمد. اگه بهوش آمد با ایچوب محکم میزنی وسط فرق سرش، فقط یک دانه میزنی ها، بیشتر بزنی او چشات عکاسه در میاره. نه نه لازم نمیشه، گونیه بده من برم. گونی برای چی؟ مگه نمیگی عروس تو گونی برون؟ خب گو تو چی بپیچم بیارم؟ یه اصطلاح بید، عروسو توی لحاف آماده میپیچانن. تو وقتی رفتی فقط سر لحافا میگیری از در میکشی بیرون، وقتی که از دیوار پریدی. من از دیوار نمیتونم بپرم، بگی لای در رو باز بذارم من گونی از اونجا بیارم. ای بمیری با ای دامادید که کشتی منه. خیلی خوب میگم در واسط واز بذارن. سهرناز پایین اتاق خوابیده، مواظب باش، حواست جمع کن، خرابکاری نبکنی. نه نه برم الان؟ نه یه 2 دقیقه صبر کن، داروی بیهوشی اثر بکنه. اینو درست بکن. میمردی تو زندان میموندی. اینو بذاری جاشناس و اینو بشی بیار کلته. چمینو چوفسکو خوشمزه ای بشد و موها چه بریختی توش. ایدی صداشتی هیچی مثل همیشه درستش فکردم. سرنازم تو حالت خوب نبی؟ چرا خوب بید، فقط یکم خوابم و یادم. چه بشده؟ وی خاک بچین چه بشد سر دخترم چه بی آمد؟ چه کار بکنی تو من؟ خب تو به این دختر چه کار بدونی؟ تو چه ور بنداز؟ خنجرش بردار، برو بکنی. خب تو دست ما مریضم، تو خنزه بچه خب بکنی.
خوبه باش باشه. من چه بکنم از دست تو سرنازم سود باشه ای بای. حالا طورش نبشه نبا چیست نبی بگو ببینم چقدر خود از فام ریختی بای بابا این حرفای بزنی بیا بیا خورنانه پیدا شد اون یکی هرم ویار دیگه آخه بای خدا حالا ویار بزنی بابا کارا بکنی جون مادرت دازم بایست ببینم کی هستی؟ یه دقیقه صبر کنی داماد میدم خیر سرم تویی؟ بله این چی ریخت قیافه یه واسه خودت درست کردی؟ شیر فرهاد که بهتون گفته بید که امشب عروس خاپون بید آها همون علاوندون و اینا بله همینی که شما میگین این لباس مخصوص امشبه خب این چه شکل و شمایلیه عروس خانم که ببینه تو زهر ترک میشه که آ دیوونه ها رسمشون یعنی رسمشون بید رسممون بید یعنی بله امشب میرم خانه عروس عجب رسم و رسومی دارین شما برره یا خیلی یه لحظه فکر کردم اون قاتل فراری هستی کم مونده بود یه گوله حرومت کنم آ شانس آوردم پس بله با اجازتون من منتظرم بیدن عروس خانم فقط یه چیزی جانم حنابندونت که ما رو خبر نکردی لااقل عروسیت ما رو یادت نره آها هسته بیدم در خدمتتون بله با اجازتون موفق باشید قربان شما خسته نباشید بله این که گفت در بازه که کشتین منو با این برارتون کار از محکم کاری عیب نمی کنه یادت با ماهیتا بزدی تو سرم حالا بخور چه نویای بابا این جاندار به منو کشید جهت بیرون منو دید چرا اینقدر سنگینه با سرناز اینجوری نگاه نکنی یه بچگی سنگین بوده باره خیلی سنگینه چیکار کنی؟ حالا کمک رو بگی بریم که سالار جونه گلم درد بکنه تو فرق مرد از زن تشخیص نبدی؟ بابا تقصیر من چه تو گفتی پایینه اتاق خوابیده دیگه تقصیر خودت دیگه کدوم نامردی دوبار زد وسط ملاجم دوبار به جون خودت میخوام دنیاش نباشه اولیش کار منی من یه بار زد ای بدن و یاد از داماد دروغ گفت
ای بدم و یاد از داماد بی ارزه دروغگو. بابا تقصیره بابای خودت هم بوده دیگه، حالا شد، الان باید چیکار کنیم؟ الان باید اینه ببری بذاری سر جاش، سرناز ویاری تکان بخور، هوا روشن و شد. آقا من نمیدونم، ببین اگه جای عروس پدر عروس رو بیاری چی میشه؟ هیچی، مادر شب عزاش وشونن. تو فرهنگ ما ای کار یعنی این که داماد عروس رو نوخواد. فرهنگ؟ خفه خفه سرناز راست وگوه، تو دست با چلفتی بیدی. آه تقصیر من نبود دیگه، ببینین الان یه اتفاق افتاده، حالا من میگم یه کاری کنیم. ببینین ما الان شب شده، یعنی شما ببینین خود سرناز خانم بگیم بیاد اینجا، هزینش هر چقدر باشه من خودم پرداخت میکنم، اصلا مزایقه نمیکنم، خواهش میکنم. کلم درد بکنه، میرم میارمش. اینا ببر. چیو؟ اینا بگیر. کلم درد بکنه. برو. آخ کلم درد بکنه. وپاش دخترکم، وپاش بریم اون ور وریم. بگی اون خنجر ازش کار دست خودش بده. بده بگیر اینو. وپاش راز و گفت دخترم، آه این شوهرش خیلی بیارزه بید، طفلی دخترم قنچه سوز و شد. ای بابا ای بابا اشکال نداشته بید، خدا در تختر اخ 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 به هم جور وقت کنه. برو 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 ببرش مبارد بشماش. آخ کلم در برو ببرش. بریم آخه چقدر نو خود از پام بردادی. خب اینم از این بابا، به میمرت و مبارکی تموم برشد. خوب گوشات و وابه کن بوا، ببی چی بگو. ها بگو. فردا همه تان میایید پشت در خانه من، داد و هوا را میندازید که آی ما دخترمونو بخواییم، بقیهش با من. کلم در برد. سلام علیکم. سلام علیکم. مامان گفتم من اینجا بمونم، خودشون اونجا پلو عروس خانوم میمونن. اولا شما به مامان خودت وگو مامان. اسم مادر من شادونه خانوم بید. دومی که عروس خانوم نه، سهرناز خانوم. هنوز خانواده ما کاملا با ای عروسی موافقت نکرده بید. بله بله متوجه شدم، الان متوجه شدم. میگم فراجان اگر صبح همشیر از خواب بیدار بشن بفهمن که من دزدیدمشون، منو میکشن. ها سهرناز، صبح اول وقت یعنی سهر که اخواب پا وشد خوش اخلاق بید. برای همین اسمشا گذاشتیم سهرناز. البته تا نیم ساعت بعد عادی بشم، کلم درد میکنم. عادی عادی. اگه با ازدواج من و سرناز موافقت نکنید هم خودم رو بکشم هم سرناز رو بکشم. دیوونه بازی در نر پسر، دخترش آزاد کن بره. میدونی جرم آدم رو باید چیه؟ از من که بدتر نمید که، من اگر با سرناز ازدواج نکنم بمیرم بهتر بید. بابا کیانوش جان عزیز من، این همه دختر تو بره روید، حالا تو چنه گیر داده بودی به دختر ای؟ بگو هیچ کدوم واسه من سهرناز نبشن، من با هیچ کس جز سهرناز ازدواج نبکنم. هیچ کدوم واسه من سهرناز نبشن، من با هیچ کدوم ازدواج نبکنم. ما قول سهرنازو به شخص دیگه ای داده بیدیم، خواستگار از تو بهتر داشته بید. ببخشید خواستگارش کی بید؟ ما خبر نداشته بیدیم. یه جوان اهل فسا بید، جانش در بره واسه سهرناز من. وگو خودم رو وکشم، سهرنازم وکشم، او پسررم وکشم. چی رو وکشم؟ من که آدم آقل واسه سهرناز سه نفر رو میکشه. خب وگو که اگه او پسره بیاد خودم رو وکشم. گوش کنه، اگه اون پسره بیاد سهرناز رو وکشم. Thank you.
شارنگمو بزنم. احمق نباش و حرف مو بزنی یا این دختر ارزش این حرفا نداشته بید که بهش بگو تو خفه بمیر. تو خفه بمیر. ول کن ببینم دختر 27 ساله که خونه ننه باباش ترشیده بید که کشتن نداشته بید. بگو تو وقتی زن دوم خان شدی حدود 42 سالت بود ترشی عمده. گوش کن تو وقتی زن خان شده بیدی حدود 42 سالت بید ترشی عمده. ببینم تو نخوی تو دول بسه بیدی. من خیلی چیزا بدونم، اگه بخوام دهنمو باور کنم آبرو خیلی آوره. مگو همین یارو حالت طبیعی نداشته بید. گمان دروه کردم که گرد نخود وزه. کجا ندادم این عرب موزنیه. ای بابا سالار خان تکلیف این بدبخت رو روشن بکن. دختر اگه بهش ودی خب ود خلاصش کن، اگرم نبدی خودش خلاص بکنه. بابا گلاب به روتون خسته شد میخوام بریم منزل. مسخره نکردی اگه چوری نمیبینی پسره داره جور سرای سرنخبت در برم. داره دعواشون میشه چی بگم، الان دعواشون میشه. دکا با داره بر رو بر داره منو نگاه میکنه چی بگم. ازشان و پرس کدام بی وجودی منو دزدیده بیده ها؟ کدام بی وجودی منو دزدیده؟ من براتون توضیح میدم، شما صبر کنید من براتون توضیح میدم. و پرس کی عروس سگونی کرده بیدم. خب آخه رسم خودتون بود، به من گفتم به هر کی علاقه داری باید این کار انجام بدی دیگه. تو به خاطر من این کارو بکردی؟ بله من پیش پاتون داشتم شارگم رو میزدم. همه تا گوش بکنین، من به با این یارو ازدواج بکنم. فقط به شرط اینکه این لهجه مزخرفش درست بکنم. مبارکه! چی بشدی چایی؟ بله اینجا رسمه که به جای عروس برادر عروس چایی میاره. نه سهرناز هرگز برای کسی چای نویارد، نه الان نه تا آخر عمرت. بله بله آقا کیانوش باید فرمایش بکنم که ما بالاخره شما رو به غلامی قبول برکردیم. شما دیگه غلام ما بیدی. بله دیگه تموم شد این هفت خانه خواستگاریتونم دیگه تموم شد. ببخشید تمام که نوشده، یه مرحله کوچیک ومانده که البته شما کاری نداشته بیدید، زحمتش گردن ما بید، شما نترسید. چیه؟ هیچی نبید، داماد زنون بید. داماد زنون؟ ها فامیل عروس وریزن سرت به قصد کش وزننت خوشبختن. قرار ما این نبود، به من نگفته بودی همچین رسمی دارین. ای شلوغش نکن بابا، شوخی بکردی. خواستی خواستگاری مراسمش خوش بگذره. نه و ترس مراحل تمام شده. خانواده شوخی هستین، ماشالله هزار مشالله تون باشه. فقط میمانه یک سری مسائل جزئی دیگه که باید راجبش صحبت بشه. چی هست اون مسائل؟ مهمی نبید، این مهریه و شیربه و از اونجور چیزا بید. اصلا حواسم نبود، در خدمتتون هستم، بفرمایید. ما شیربه ها رو 2000 تومان تعیین کردیم. شوخی میکنین؟ دخترمه من 2 ماه پیش تو تهران ازدواج کرد، شیربه هاش 100 تومن. خیلی دارین گرون حساب. تهران رو به رخ من نوکشا.
سرنازم که شیر مادر نبخورده، شیر خرس بهش ودادی. خرس میدانی تهیه شیر خرس چقدر مشکل بیده؟ خب بله سخته. در حال اول اینکه باید خرس ماده پیدا بکنه، حالا کجا آدم گیر بیاره؟ دوم اینکه خرس و دوشیش سختش اینجاست. سرناز پدر مادر آمده تا بزرگ بشه. بله بله خب باش قبوله، واقعا با خرس طرف شدن کار هر کسی نیست، من قبول میکنم. بله فقط یه چیز دیگه هم که ورمانه مهریه بید که ما البته هیچ نظری راجع به مهریه نداشته بیدیم، هرچی سرناز و گوه همونو قبول بکنم. البته با اجازه، من زیاد به این چیزا اعتقاد نداشته بیدم، تنها شرطم هم همین بید که این لهجه مزخرف تهرانیش عوض بکنه. با همان 200 سکه. 200 سکه قبوله. وای بسیار خب. خنده در بکنه. وگوام وگوی وگوا وگوام وگوی وگوا وگویم وگواند وی گولانزج وگوام وگوی وی وی چی؟ وی گولانزج. چرا میزنی؟ زهر مار خنده داره. زن و خواهی یا نه، اگر سرناز و خواهی باید برره ایاد بگیری. اگه نخوام چی؟ چه گفتی؟ خواهر منه نه و خواهی؟ نه میدونم، یعنی میگم یاد گرفتم دیگه، اینا جزو با من میبرم بعدم. زکش بشین، زبان برره ای اقه پیچیده است و اینقدر ذرایف داره که 100 سالم طول میکشه. الا در دانشگاه های بزرگ دنیا این زبان تدریس میشه، هنوز محققان دارن روی زبان از خودشان تحقیق در بکنن. راست میگی؟ نه خیر، حالا درس ادامه بدیم. بله. حالا میریم سر افعال معکوس. افعال معکوس؟ ها، این افعال فقط و فقط تخصص زبان برره ای بید و بس. اینا افعالی بیده بیدن که معنیشان دقیقاً برعکس خودشان بید. چه جالب، تالا نشنیده بودم. نشنیده بودم نه، نشنیده بیدم. نشنیده بیدم نشنیده بیدم. بله. خب حالا افعال معکوس، مثلا و گوییم تشریف داشته بیدید. خب این چیشیش معکوس الان؟ فکن توی در یک مهمانی هستی، شب موقع رفتن صاحب خانه و گوه حالا تشریف داشته بیدید، این معنیش اینه که یعنی برو زودتر گورتا از ایجا گم بکن. ها چه جالب. ها خیلی یا جالب. مثلا بفرمایی تو دم در بد بید. یا مثلا چای در خدمتتون باشیم، یا آب نخود همه مهمان منن. مثلا ای خوب. یا مثلا خیلی ممنون من دیگه میل نداشته بیدم. اینا همه افعال معکوس بود. یا مثلا سهرناز به تو وگوه که من تو بدم و یاد، این معنیش اینه که یعنی خیلی تو را دوست داشته بیدم. چه جالب. آخه آدم دقیقا باید کجا بفهمه که اون طرف داره افعال معکوس به کار میبره یا دقیقا منظورش همونیه که داره اون میگه؟ ظرافت زبان برره ای ایجا معلوم بشد اینه که شیوه ادای هر کلمه معنی او کلمه را مشخص بکنه. مثلا من و گوهم تشریف داشته بیدید، ای معکوس نبید، درسته؟ ولی حالا مثلا اینه گوش کن، تشریف داشته بیدید، ای معکوس بید. متوجه شدی چه و گوهم؟ بله بله حالا میتونی بری. حالا میتونم برم، خیلی ممنون. چرا میزنی؟ ای از او افعال معکوس بید، این معنیش که گفتم میتونی وری یعنی که 4 ساعت دیگه درسمان مانده، وشین خفه.
دوباره وگو وگوام وگوام وگوی وگواد وگوا بمیرم انشالله وگویم وگوید وای گولنز وای گولنز اینو نه چی کار داشتی بکردی؟ هیچی خانم، نشسته بیدم. دروغ بگویی، تو همش به فکر خودت بیدی؟ اصلا به من توجه نکردی؟ حرفایی بزنی خانم، من شما همه زندگی من بیدی. ولی تو دروغ بگویی، تو از صبح تا شب با این سامورد بازی بکردی؟ اصلا من نمیدونم این چی داشته بید من نداشته بیدم. ببینم خانم، شما به این گرامافونم حسودی کرده بیدی؟ دیگه چی بید؟ مردم بیاوید برای زنشون چی که کردن؟ سالی دوبار بفرستندشون فسا برایشون هدیه بخرم. این پسر کیانوش داشت رنگ گردنشو برای این سرناز بزه. خانم شما چرا این حرفا رو باور بکردی؟ اینا همه سیاکاری بید. اینا که نمیتونن من رنگ بکنن که خانم، که راست بگویی منم میخورده شک بکردم. دلم برای پسره وسوزه، بعد کوفتین هادن تو کاسش. ای کاشی همچین خواستگار یا برای لیلون ما اومده بید. چی؟ حواست باشه ها، برای خود همینجوری حرف در بکنی. من جنازه لیلونم رو دوش این پسره لعوزارم، حواست باشه. صد تا نظام ویرزه به این کیانوش پسره. ببین خانم، اسم این پسره به پیش من نه و یار من دختر به آدم معتاد نبدم. اولا که سردار خان، گوشت به من بید، گوشت پسر نبید، بردرزاده من بید. بله. درست بی؟ بله. بعدم معتاد نبید. اینو پایین برره یا شایی کرده بیدن. میدونی برای چی؟ برای اینکه به خوشگلی بردرزاده من غبطه خورده بیدن. خانم شما چرا این حرفا رو باور بکردی؟ من خودم ختم این کارا بیدم جوونیم. چشاش داره داد بزنه که معتاده. شما حرفای بزنه. اصلا نظام من همینجوری های بید. اصلا بگذاریم از این حرفا، بحث بی خود و در بکنی. لیلو خودش بیاد، خودشم تصمیم بگیره. اصلا با آدم خورد بکنه. سلام مهتاما. سلام وکردم بگور. سلام. ایشالا عروسی شما بید. عروسی کی بید ایشالا؟ فکر در وکردم هفته آینده بید. واسه تون کارت و فرستم. خوب شد بایمدی، یه ترانه از خودم در وکردم برات. واسه من؟ واسه عروسیت بید. واسه عروسیم بید. بله. خط شما زایه بید، من نبتونستم که بخونم. بده تو برای درست خونم. زحمت در بکنیم. بگوام بیدا بیدا مبارک بیدا، انشالله مبارک بیدا. گل در بکردم از هموم، سنبول در بکردم از هموم. شادوماد و بین چون گل در بکردم از هموم. بیدا بیدا مبارک بیدا، بیدا بیدا مبارک بیدا. خوب بید؟ خیلی خوب بید. یه کمی به گوشم آشنا بید. فکر در بکردم قبلا وشنیده بودم. نه بخوای پنج شمانه شبدی، چرا وزنی تو سر ما؟ دو ساعت نوشت که از خودم در بکردم. اصلا داشتی ویومدی از خودش در ورفت. حرف بزدی بگورم، واسه اون نبید کی، یا این قابل شما رو نداشته بید. دست در نبکنه. راستی تو رو فسا هم بید، اگر خواستی وشی با شما مایکاری حساب وقت کنم، همش 50 تومن وشت. دست شما درد نبکنه، فعلا میرم سلمونی آرایش در بکنم. خوشگل وشی. به به، چه دامادی بیدم. ایشالا همون دوماریت هم خودم ببرمه. خیلی ممنونم، متشکر بیدم از شما. ببینم بچه ها بهت گفته بیدن که خرج تموم مهمون ها رو داماد باید بیدن؟ بله گفته بیدن، من در خدمتتون بیدم. تموم بکنید؟ بله بله. بکن نه بخو. روزنامه جدیده؟ مال 2-3 هفته پیشه، جدیده.
عده‌ای از محکومین دادگاه‌های عمومی عفو شدند. اسامی عفو شدگان به شرح زیر می باشد: امیر مهرانی، شایان مرادی، کیانوش استقرارزاده. کیانوش استقرارزاده؟ واسه ببینم سرجوخه، سرجوخه شادم. درست بید که اگه از این محکومین عفو شده بیدن؟ بابا این که مال یه هفته پیشه، چطور مگه؟ این اسم این یارو این تو بید کیانوش استقرارزاده. چیه؟ مگه تو هم ازش خبر داری؟ آره چطور مگه؟ منم خبر دارم. بابا این شیرفرهاد هم روز اول اومد به من گفت میدونم جای این یارو رو. منم بهش گفتم بابا این عفو خورده، اصلا به درد من نمیخوره، ردش کنین بره شهرش پیکارش. چطور مگه هنوز اینجاست؟ کجا برفتی؟ گسته کلت مونده بید. خیلی پستی، خیلی نامردی، خیلی نامردی. قربل کو چرا افسار ترکندی؟ تو میدونستی من عفو شدم، میدونستی دیگه با من کاری ندارم، به من نگفتی. مگه هر خبری میشه باید به تو بگویم؟ این خیلی مسئله مهمی بود، تو مخصوصا به من نگفتی. مخصوصا؟ برا من چه فرق میکند که تو وری یا ومونی؟ تو میخواستی اون خواهر دیوونت رو به من بندازی، به من نگفتی، مسئله حکم تیر رو پیش کشیدی که من با سهرناز ازدواج بکنم. بله که با سهرناز ازدواج بکنی؟ ها تو که داشتی ایجا با خنجر رگت هم میزدی به خاطر سهرناز. وقاحتم حدی داره؟ تو به من یاد دادی این کارا رو بکنم، من یه لحظه دیگه تو این خراب شده نمیمونم. سوء تفاهم شده بید. من دیگه سرم کلا نمیره. من وسط توضیح بدم که چی و شد. یک کمی توی ما این چیزایی که برا او که با هم